بسم الله الرحمن الرحیم. آقا جون اسم فامیلت؟ فیروز سنگلجی هست. فیروز سنگلجی. متولد 1980 1336. شغلت چی بود آقا جون؟ تو کار عروسکم، تو گروه نمایش مرغ سخاری خیابون 18. شونه دهنتو ببن کرکودیل. آقا بزرگ ما رو ثبت نام نمی کنی؟ ما هم آدمی. ما پرونده شما از قبل آماده است داشتیم. آقا ولی بیا آقا جون اینا رو ببن. بفرم آقا. اینه محترم بفرم. این سالو بهبودی بفرم آقا جون. شما بفرم آقا. بفرم بفرم. بفرم. سلام بچه ها، مهمون داریم. البته مهمون که این آقا رجب آقا شاپور هم قبلا مهمون ما بودن. باشون لغزید رفتم بیرون، دوباره برگشتم. اینا آمدن 21 روز با ما زندگی کنن. ساز مخالف؟ نداریم. برم؟ نداریم. تلفن زیر 7 روز؟ نداریم. ملاقات زیر 14 روز؟ نداریم. بچه ها خودتون رو معرفی کنین. رجب هستم، یه معتاد. سلام رجب. منم شاپورم، یک معتاد. سلام شاپور. منم فیروز سنگلجی، یه معتاد نیستم داداش. من علکی برداشتم آوردن اینجا. اینا منو به زور بردن خونه شون. این چیزا رو من یاد دادم. من تو یه فرسقی هم اصلا دنبال این چیزا نرفتم، سیگارم نکشیدم. من کار و زندگی داداش بیزنس دارم. آره داداش، حالا یه چند روزی پیش ما بمون، جای دوری که نمیره. با ما حال کن چند روز. بیزنس رو چیکار کنم بره؟ آقا بچه رو ببر سمزدائی. یادتم باشه اون رجب و شاپور هم یه رژیم غذایی خاص دارن، میخوام یه هفته نون خوش بخورن، یادشون بره فکر فرار به سرشون بزنه. جون مادرت بیخیال شد اصلا. خماریو بشی که اینجا گرفتی و تحویل دوستای من بدین. خماریو بیا. گشنگی با هم جور در نمیاد، نوکره تخته. بفرما خوش. سیاوش آقا خوابن استراحت میکنم. چه خبرت تو هم آقا جون؟ آقا عزیز، اینجا اتاق سمزداییه. یه چند روزی مهمون باشه، یه ذره خماری پس بدید اینجا. بابا نمیخواد توضیح بدی، ما خودمون همه اینا رو میدونیم. آقا اگه میدونستی که دوباره رات اینجا نمیافتاد مرد مومن. ول کن دیگه بابا. بذار بگیریم بخوابیم لحظه. دو دقیقه دیگه خماری میزنه بالا. دنبال چی میگردی؟ تاخت داده دیگه، برو بگی بخواب دیگه. بله. زندگی ما زایده اندیشه ماست، غیر ممکنه را انجام نوشی لذت است. صداقت نخستین فعل دفتر دانایی است. خداوند ما را تنها نخواهد گذاشت. رضا جان، پسرم، من خوب میام واسه نهار. بچه ها، بچه ها، همه گی نهار. وای، استاینام، آی مردم، آی، وای، نهار، آقایون، نهار، تمام نشه، نهار. بابا کی نهار یه بیلر به بازینم؟ بابا من نهار نمیرم، ببین اون کنم بابا. یه ذره عجب بیمعرفتی هستی. کم خونمون بهت رسیدم، کم مادرم بهت قضاداد خوردی. آره بعدش هم زنگ زد ما رو بودن اینجا.
عجب بیمعرفتی بود. حرومت میکنم. با هم نمک با حرامی تو. مادر اون لوداد. من چی؟ دستت جا انداختم. هفشتا آمپول به تو زدم. اینا حساب نیست؟ نه. شوزنت هم تو بدنم جامون حساب نبود. حقت بابا. بیزه غذا رو بخورم. حقت بود. از پا باید غک میشون. سلام. سلام. خوبی؟ بفرمایی. همین پسر ها آنتنی معموله چیزی نباشه. این بنده یه خدا تازه ماله دیگه. از کجا فهمیده ما تنبیه شدیم؟ مال این حرف ها نیستش. تکون بکنی خودم نفسشو میبرم. حالا این حرف ها رو ول کنید. ببین این حرف ها رو ول کن. بلنشیم بریم بیرون یه هوایی بخوریم. یک قانون جدید برای فرار بزنم. ای بابا من این نمیبینی مثل دفعه قبل نیست. چهار پنج تا قفل اضافه کردم، پنج شیش تا دوربین گذاشتم، شده این زندان آلفاتراز. منظوره چیده دیگه؟ آلکاتراز دیگه. بیان گوشو بگی بخور. آقا حالا هرچی آلکاتراز یا آلفاتراز یا الزهرمار، حالا هرچی. اصلا شرابات که خودم اونجا بودم. پاشین بابا، پاشین بیا. اینم بخور. نمیخوره. بخور دیگه. چهار تا دیگه. خب راست میگن که صد سال عاشقی به یه روز خماری نمیارزه. واقعا راست میگن. عالمی چخلاری سالمش قوی من ده مواد چه میشم چخ استیراب چه میشم چخ شل باشمه باخمه منیم یاشمه بو اعتیاد عالمی چخلاری گلمش قوی بل آغاسون جماعت من دانشم نهایت اعتیاد عالمی چخلاری سالمش قوی من ده ازام چیه زمیقه مقرد کرد چیه ته چکار کنم باشم بشکم بزنم بابا کجای دنیا اینجوری ترک میدن اینجوری یابویی چطور وضع ترک کردنه مگه زورکیه ترک من نمیتونم جون ترک کردن رو ندارم اینا دارم بی خودی وقتشون رو تلف میکنم برو بهشون بگو من پام از اینجا بذارم بیرون میرم دوباره میزنم دوتا دودم بیشتر دازی میگیرم خوش پام میچکه از من کنه این رجب بی همه چیز نمیرفتم آروم باش به خودت مسلط باشه من رو ببین از اونها یاد ببین دارن شادی میکنن اونها هم خمارن تو سرشون نمیزنن که ماتم نمیگیرن مثل تو باشه تو هم یه حرکتی بکن ذهن تو مشغول کن که زمان بگذره خوش قرم میکن برو بابا دست رو بند دست بابا حوصله داری من الان میرم تکلیف اما روشن میکنم با این یارو یارو اسمی چیه؟ امید بزرگ از این کلا لگنیا میذاره من الان میرم باش صحبت آره آقا جون الان ببینی نمیشناسیش به جونت از اولش هم بهتر شده آره باش شد بیام حالا ام حاجی جون حرفم طولانیه داداش ببین آقا جون ببین داداش من یه مریضه اوژانس اومده اینجا دار بذار من کارین را بنزم به زنگ میزنم آره آقا جون یالی بفرما ببینم شهیدم هر کی اینجا حرفی داره اول باید به شما بگه درسته؟ خیلی خوب مگه نه اینکه اینجا هر کی میاد معرف داره خب معرف من اینجا کیه؟ خب بگو دیگه معرف من اینجا کیه؟ شما طبق چه حکمی؟ چه شاکی؟ چه قانونی من اینجا برداشتی نگه داشتید؟ بابا این دیگه چجور ترک کردنه؟ من دارم میمیرم مطمئن باش هر کی به زور اینجا اومده باشه پاشو از اینجا بذاره بیرون اولین کاری که میکنه میره میزنه بابا جا اینجا صد برابر بدتر از شوراباد و قرچک و نمیدونم قزلساره
شما اینجا رو درست کردی برای کمک ترک اعتیاد، نه که زندان بسازی. جون داداش درشته یه کاری بکن باجا، من دارم میبینم، من بعد از 30 سال دارو مصرف کردن دیگه جون ترک کردن رو ندارم. امشب 70 میلیون نفر چششون به هنر منه، من تیاتریم. چند میلیون؟ 70 میلیون نفر. به به، ماشاءالله ماشاءالله، چه هنرمندی. بزن به تخته. اینم به تخته. ببینم اون فیروز، قربونت برم، ما اینجا تبعیض و چه میدونم بخوایم فرق بذاریم بین مریض ها، اون اصلا چنین چیزی تو این کمپ نیست. ببین هر کس میاد اینجا حتما باید چی یه معرف داشته باشه. شما معرف داشتی، میدونی معرفت کی بود؟ همون پیرزنی که اون روز اومد اینجا باهات، همون که با پسرش خونش رو پاتوق کردی مواد مصرف میکنی. البته شاید شما بار اولت میای کمپ، اما بچه های اینجا اکثرا 3-4 دفعه حتی 5-6 دفعه هم چی اینجا اومدن و رفتن. شما هم سخت نگیر، اگه سخت بگیری به سخت میگذره. خیلی آروم و ریلکس، بسیار از اینجا مهمون ما ایداش ترک میکنی و راحت میخوند. بابا آخه مرد حسابی، شاید یکی نقاط ترک کنه، زور که نیست. نه زور نیست. ببین اومدن اینجا راحته، اینجا قانون خودشو داره. شما اومدی اینجا همه چی برات آزاده الا ترک، اینجا ترکش اجباریه. داداش درشه نوکرتم، من دارم میمیرم، لاغر یه قرصی داروه یه چیزی از اینا بده من بخورم، من اینجوری هلاک میشم بچونه تو، حیفم. ببین بعضی از کمپا این کارو میکنن، اما اینجا آسپرین بچه هم دست کسی نمیدی. جونه داداش درشه نرو، یه دقیقه بیا اینجا جونم، چی میمونه یه کاری بکن، یه قرصی یه چیزی به من بده، من اینجوری ببین منو تشنج گرفته، من خونم میاد گردن تو. تو مارو مرد حسابی، تو صحیح و سالمی؟ ببین من پدرم هم مثل تو بودا، یه چی این پروفنام دست نمیدادم. بعدم تو باید خدا رو شکر کنی، ببین خدا تو رو خواسته، خیلی آرزو دارن یه روز ترک کنن، یه روز پاکی داشته باشن. به خدا، خدا تو رو دوست داره. جون من. آره بیا داداش درشته، یه کاری بکن. خوش به حالت، اومدی وسایلتو جمع کنی و بری ها؟ این معرفت، با این رو هم یه سفارش میکردی شاید یه فرجی میشد. من از کاری این سر در نیاوردم، معلومی چی میزنه این؟ 2-3 روز این جسد افتاده. ناراحت نباش فیروزم، 3-4 روز دیگه بیدار میشه. تازه میفهمه که تو چه سرزمینی فرود اومده و آهو با بچه شیر نمیده. آی دارم میمیرم، آی پا، آی دستا، آی لعنت برای چه قاچاق چیه؟ دارم من میمیرم، خدا ازت نگذاره مهندس رجب. آخه من چه ایزم تری به این مادرت فروغ برم؟ وای 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 ای بیمرفت داداشی، ای بیمرفت داداش کوچیکه و بزرگه، سر نزاشی من برم، سر نزاشی من برم. Thank you.
پسر شجاع خوب مچتو گرفتم. حالا تنهایی میای توپ میکنی؟ من اون تو دارم از دستر دارم میبینم بعدا تو اینجا داری حال میکنی؟ ساکت! از همون اول معلومه تو یه ریگه به اون کفشت داری. شب تا صبح به کشمکه صبحم تا شب چرت چرت. باریکلا داری بابا؟ آروم باش. بریز رو میرم. چی میخوان؟ یه داری بریز رو میرم دایره من بکشم حالم خوب نیست. چی بریزم رو دایره؟ عزیزم من چیزی نمیکشیدم. چیزی نمیکشیدم اشتباه گرفتی. آره چونه تو؟ بس داشتی ناز عمه منو میکشیدی؟ ببین پسر بله. من ختم سوم و هفتم و چهلم تمام گنده لاتای تهرون رفتم و برگشتم. آروم باش با من چارتایی نیا. یلا جنس رو کن وگرنه پیش همه رو میکنم. رو کن آقا جان. شما گنده، شما لات، شما گردن کلفت. من مواد نمیکشیدم، چیزی دود نمیکردم. من برای چیز دیگه اینجا. اینو بفهم. آره جون خودت تو گفتی منم باور کردم. این چیز باید خیلی چیز باشه که خودتو 21 روز اینجا علف کردی. اونش دیگه به خود من ربط داره، ولی اون چیز اینقدر مهمه که خودتو اگه جای من بودی 21 روز که ساله 210 روز به خاطرش اینجا میموندی. برو دنبال. چی میخواد؟ چی میخواد؟ چی میخواد؟ پیا پیا این زرفرق نیست. بده ببینم فندکو زرفرق نیست. آخه زرفرق این شکلیه. این زرفرق نقش و نگار داره، درخت داره، نقاشی داره. یادم نیست. همه رو سوزونده. نگاه کن بده لوله رو بده ببینم. این نقاشی بچه‌م بچه کشیده گفته بیا شب تنهایی نگاهش کن. چیه؟ درخت و گل و اینا. رابط نقشه گنجم هست. نمیخواستم لو بره، آخرش لو رفت. ببین آروم باش، سر صدا نکن تا بهت بگم. اینجا این زیر پای من تو یه گنجه، یه گنج 200 ساله. جور خوده تو گفتی منم باور کردم. اینجا چی نوشه؟ چند تا خط ساده میای برام میگی که گنج دارم. آره من که نمیخواستم به تو بگم. تو خودت این جن بالا سر من ظاهر شدی. بعدم اینکه من تنهایی که نمیتونم کارو تموم کنم، باید یه شریک داشته باشم که تو اومدی بالا سر من سبز شدی. حالا چه خور میزنی؟ چه ناراحتی؟ باید خوشحال باشی. پول خوبی بهت میدم. من سر میخوام. پول خوبت میدم آقا. 80-20. چی؟ 70-20. چی 70-20؟ 60-20. چی 60-20؟ من 60-20. نه من که نمیخواستم بهت بگم، ولی که لو رفته 50-50. زرنگی کی 50 کی 50؟ چه فرقی میکنه کی 50 کی 50؟ چه تو 50 من 50، چه من 50 تو 50، چه اون 50-50 یعنی چه؟ بده ببینم نقشه رو. نقشه رو میخوای چی کنی؟ آروم باش. چی کار میخوای بکنی؟ این همینه. چی همینه؟ اینه این بوته هم همینه. همینه یا شروع کن بکنی همین امشب باید در بیاد. اگه با دست میکنن گرد بودن دیگه با دست میکنن. تو فیلم هم ندیدی؟ بگی با این بکن امشب فردا یک کلنگ جون میکنی. تو موازه اونجا باش. نقشه رو چی کردی؟ از کارتون خوابی که بهتره. منم که جایی ندارم برم. آدرس هیچ کدوم از خواهر برادرام هم ندارم. همشون آدرساشون رو عوض کردن. اینجا هم که راحتم. میترسم پامو از اینجا بذارم بیرون مصرف کنم. پس بهتر همینجا بمونم. دقیقا همین کاری که ما کردیم. اون وارتان فکر کنم رشته‌ها دارن خمیر میشن. یه نموری زیرشو کم کردم. میام ببین چطور شده. خیلی خوب قابلمه. برو من الان میام. باش باش من. هرچی غذای رشته است این قابلمه درد داغون درست میکنه، خوشمزه و خوش رنگ و لعاب و من درست میکنه. حالا برم غذاتونو درست کنم. وارتا روری آب روری آب روری چاز روری تو برید باز برو قم پش بری کانتپ داری برو لبس بری آب تو برو خوش بری خان اش بری خان رجب دیری آب بری خوش شاپر برو تو بخ برو خان. من الان تازه فهمیدم این آقا شاپور دکترای آمپورزنیشو خارج از ایران گرفته. بابا شما دوتا خول اینا. بابا خوش کردیم بابا. وای 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 الان وقت این همه رجب این فیلمه امروز آویزون این پسره شده مثل که اقایش بهش خیلی بیمازه. راست میگی، این جایی نمیخوابه که آب زیرش بره. حتما یه خبرهایی هست. الان به اونجا اشاره نکن، از یه جای دیگه رو اشاره کن. بگم اونجا این چه وضعیه؟ خب نشستیم دیگه، مشکلی داری؟ حالت خوبه تو؟ عالی عالی. بابا پاهاتونو بیارین پایین. توش جارو میزد آقا ولی جونم اومدم. حواستون رو خوب جمع کنید. حتما.
آره بابا. توی بچه معلومتم همین جوری میپیچونی؟ نه داداش، من انت خلافم. من داشتم میرفتم، آره یه ذره غذا امشب زیاد خوردم، لوبیا داشتم میرفتم مسترا. آره تو که راست به جون تو با هم میریم، من اصلا با حال دو دره باس نیستم. با هم میریم مسترا. بریم یه دون هست دستشی احمد تو گروه برم. باش چیه رجب رجب؟ بیدارم بابا. یه بودی که اینا صحبت مشتره مشتره میکردن. نگاه کن بلند شو بریم، مثل این که در یه حرکتی میشه جنس منزی میخوره زمین. حرکت کن. آفرین شابر باهوش. سیه تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه خوب تهران در شب و از حضورتون دعوت میکنیم در ادامه برنامه شبکه تهران به برنامه سرودها و نامه ها. محبوب میگم اینا دستشویی که نیستن. تو همون هم نیستن. از کجان اینا؟ نمیدونم، نکنه نه بابا درک گفله، اونم اونجا نشسته. برنامه ای از گروه مسابقات و تفریحات شبکه تهران. بابا دارم میکنم زمین بسته. به به آقایون لحظا پشت تخت نشستم، حتما جلس خورده زمین. جون شافر خوشگلم، دلی از عزا در میاری. بزن دیگه، بزن 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 ببینم. سب کن اجازه بده شما. بابا جان خاکا رو جمع میکنه. بدیم اوها مگه جن دیدی؟ مگه شمایی؟ چی بود چی بود؟ چونی برای یه پر پایین حرف نزنید و ساکن. وضعیت قرمزی، تا همه نفهمیدن یکی یکی بریم تو سالون. بریم. من هنوز نفهمیدم لوله آب ترکیده. بیا بریم تو، بهت میگم ساکن. آره لوله آب ترکیده. آقای فندن ما شانیدار اومدن فرد حسابی. من فارسونندی در جیابم. من یا نه من دیوانه یا ما هستیم. یک دو سه یک بگی اونو. یک دو یک. اینا که تو بردار نمیبینم، من شما رو نمیبینم، حرکات رو دیم. سه چهار یک دو یک دو سه چهار. نمیشه بذارین اون عقب، قاطی میکنم. چیکار میکنی تو؟ سلام بارتان مو قشنگ، چطوری؟ خسته نباشی؟ باز تو این حرف رو زدی؟ کی میخوای تو درست شی؟ کارتو بگو برو. بارتان جان یه کار خصوصی با خودت داشتم. خصوصی چرا؟ بگو یا خودمونه بگو. بارتان یه بیل میخواستم واسه کندن زمین. مارک یومرتا بیل برای چی میخوای؟ باز میخوای بری زمین شخ بزنی؟ بارتان جان قضیه خیلی جدیه، خیلی هم مهمه، به خودت میگم. خیلی خب برو به کارت برس، بعد بیام ببینم چی میگی. برو الان کار دارم. دمت گرم، یادم باشه یه سشوار برات بخرم. برو تا چیزی بهت نگفتم. مخلصتم.
شکر خدا بزرگم یک معتاد. سلام بزرگ. سلام. به جلسه گروه شمس‌آباد معتادان گمنام خوش اومدید. در جلسات هر عضو فقط راجب خود و تجربهش مشارکت می کند. در جلسات ما یک دیگر را نصیحت و ارشاد نمی کنیم و از هر گونه بحث سیاسی، اجتماعی، علمی، روانشناسی و غیره خودداری می کنیم. در جلسات به هیچ عنوان صحبت یک دیگر را قطع نمی کنیم و در وقت مشارکت به گفته نام یا نوشته دیگران رجوع نمی کنیم. مجدداً بزرگم یک معتاد. سلام بزرگ. امشب باید حداقل 10 متر بکنیم. آفرین. تا اون جایی که ما گندیم نرم بود ولی بعدش داشت صفر می شد. خب صفر باشه که بهتره. چطور؟ یعنی داریم به گنج نزدیک میشیم. نه بابا، سفتی خاک واسه این چیزا نیست که، برای اینکه لوله فاضلاب از اونجا رد شده، میفهمین؟ زرشک؟ خب اینجوری که کلنگ بزنیم که تمام کثافت‌ها به سر صورتمون میریزه که. بابا یه فکری باید به حال چراغ قوه‌ای، مراغ قوه‌ای بکنیم، بدون نور نمیشه، امکان پذیر نیست. داداش لوله فاضلاب بعد از بالا کورش کنیم. ما از بالا کور کنیم که همه کثافت ها میریزه تو روشویی. باید موتور وصل کنیم، فاضلاب‌ها رو بزنیم تو حیاط پای درخت ها. شتر گلویی هم ببندیم خیلی خوب میشه. ردیف کردن کلنگ و انباری هم با من. کچه بیار دست منو داغ کن. این همیز دوغده. یعنی ایشکی نفهمیده، فقط خودمون میدونیم. آره واری اش تقصیر تو با این صدا. آقایو مگه خاموشی نزدن؟ جلسه ساعت 6 بوده، چه خبره الان؟ باشه دیگه دکتر، با تو مگه نیست؟ باشو بابا، آدم خمار خواب نداره که بره. شب بخیر. کجام یه این جای من؟ آخه اینجا جای تو سچه. بابا کجا قطاری را افتادی همینگی دنبال ما؟ بابا اینا آکیو دارن توالیشون کن اربان. من که گفتم من به نصف شما احتیاج دارم. ما کار میکنیم، مشغول میشیم، خسته که شدیم شما بیاد جای ما. برید تو برید تو من اینجا عروسیه. رضا بیا برو کلنگ وردار یه پارچم بکشیم روی اون چاله. حد بکن چه کن بودش. کلنگ بدم با یواش بده من شافو بده 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 شافو ب
وارتم بلند کن. خاصا ناشی تویه. نه نه من رئیستم. یالا همین بیا اینا بگیر بذار اونجا بسرم. سفید پوش، سفید پوش اینا بگیر ببین. نه پایین 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 همینجا همینجا. آها خیلی بذار وارتا گذاشتی؟ منم از اول خونم اون دم دریا بود، اینقدر دوست داشتم که برم زیر دریا رو ببینم، یه آپارتمانی آسمان خراشی اونجا بسازم، یه زیر دریایی با یه آیا بزرگ، از اون بر البته آقا بزرگم باشه. من که عشق است اون ور آب، تایلند و پاتایا، یه چند ماهی برم اون ور آب و از آرامش و زیباییش استفاده کنم، بعدش بیام اینجا و یه اسکانیا بگیرم دماغدار، شاپور عین دماغ خودت، بعدش بیفتم تو جاده ها. منم دوست دارم یه رستوران زیر دریا بزنم، اول غذای این بچه های کمپ رو بدم، بعد غذای این شاپور گرسنه رو زیر دریا بدم. خیلی عالیه، کمپ به جاش، ولی شاپور پیشکشه، چون شاپور زیر دریایی داره، مشکل نداره. بذار منم سهمم رو بگیرم، منم خیلی کارا دوست دارم بکنم، اولی کاری که میکنم میرم بالای شهر یه خونه بزرگ دوبلکس هم نه هفلکس. آره داداش چون دیگه خسته شدم از ترس ندادن اجاره خونه ماهی بعد شبا نتونم بخوابم، یه خسته شدم به خاطر ندادن اجاره خونه هر چند وقت یک بار جلو پلاسمو بریزم تو خیابون، بعدشم میرم یه شغل آبرومندانه برای خودم میخرم، آره یه جت اسکیت هم میخرم برای خودم، بقیه پولم میذارم بانک سپرده، آره سودشو میگیرم برای خودم کیف میکنم. آره داداش عرفان جان تو چه آرزویی داری بابا؟ خب منم یه آرزویی برای خودم دارم، اما من نه خونه بزرگ میخوام. خونه داری؟ نه ندارم، نه مثل شما زیر دریایی میخوام، نه کامیون میخوام، نه پاتایا میخوام و نه رستوران. من از خدا فقط یه چیز میخوام، خدایا به من آرامشی بده تا بپذیرم اون چی رو که نمیتونم تغییر بدم، شهامتی که تغییر بدم اون چی رو که میتونم، و بینشی که فرق بین این دو بده. چه بچه ها آقا موزه فهمیده الان هم فکر کنم روی چاله بایستاده. شاپور اگه بفهمه تجدید دوره ما. تجدید دوره چیه رجب جان؟ کی دیگه جان داره الان جواب درخت سخنگو رو بده؟ شدیدم بذاره شد چیزی نمیده. چه بدشانسی امشب تموم شده بودا. آقایون عقب افتاده داره دسته نیویورکی ها چطوره؟ تو این سرزمین آقا بزرگ جان کی میتونه داره دسته داشته باشه؟ دارش کجاست تا دستش باشه؟ کرم مولا شما که چند روزی بیشتر مهمون ما نیستی، همچین برین که اینشالا دیگه بر نگردی. این داداش این بچه ها راضی هستی؟ حرف ندارم راضیه راضیم، یکی یکن آقا جون بیشتر هواشون داشته باشم. Bye.
آخ شد تنها پیدا کردم. بازم اینجا رو مثل این که اشتباهی کندم. چی بود؟ بالاخره به وصالت رسیدم ای زیبای خفته، ای طلای نو. وای چی رفت تو پام؟ وای مردم، آخه مردی که یک کوچه پیزوری اینجا هم جای کشیدنه. من حواس شدی اون وقت تو گفتی نمیزم باقی مردک؟ بده من اینو ببینم. نمیدم مردک پیزوری، فکتو میارم پایین. من نمیذارم حاصلگی اون زمان تو کابوس های باستان شناسی بنده رو شما به باد بدی غول بیابونی. گوجه پیزوری این مال من، از اون بر گذاشتم لبه دیوار. بدش من. نه بدش من. هیچ وقت اجازه نمیدم که تو تاریخ و فرهنگ و مسخره بکنی. بدش من. بدش من. کمک خیلی خوب خب با هم کنار میام. باشه با هم کنار میام. هفتاد من سی تو. برای چی آقا؟ خیلی پنجاه به پنجاه. باشه اینا رو جمع کنیم. باشه بده من خیلی خوب باشه اینا رو جمع کنیم. باشه بریم خیلی باشه بریم. با این تو خیابون اینطوری میخوای بیای؟ اینو تو خیابون اینطوری میخوای بیاری؟ بذار تو این توپ. باشه بده خیلی. بده من. تو سن و سالت بالاست نمیتونی بیای. خیلی بده من. خیلی خب بس برای جمع کن. آروم یواش. خیلی خب بستا بیا. یه ورش تو بگیر، یه ورش من. آروم بگیر. وایستا خیلی به هم بیختید نصف شبی اینجا. ما اومده بودیم پیاده روی که یه ها گم شدیم.
عجب. راستش ما معتادیم، تک کردیم، اومده بودیم پیاده روی که یهو دلمون برای خانوادمون تنگ شد، گفتیم بریم خونه یه سر بهشون بزنیم صبح بر میگردیم، مگه نه؟ بله بله. از نصف شبی حواس پیاده روی کرده بودی. از مواظب باشید فقط هوایی نشید. نه ما حتما صبح بر میگردیم، مگه نه رجب؟ صد درصد. معذرت میخوام، ما به دلیل پاره از مشکلات ریز و دروش هیچ پولی نداریم، بنابراین از شما خواهش میکنم که تلفنتون رو بدید به ما که ما در اسرع وقت با شما تماس بگیریم و پول رو بیاریم خدمتون. نمیخواد، این کارت منه. بله حساب هم بزنید پشمون نمیشید. خیلی کجا؟ تو برو خونه، صبح میبینمت، به کسی هم چیزی نگو. بچه کجای اینقدر شجاعی؟ تا این آب نشه مثل چسب بهت وصلم، مثل منگنه. زبل خان یعنی چی؟ ما که همه جا با هم نمیتونیم باشیم که. تو برو خونه، صبح یه جا قرار میذاریم همدیگر رو میبینیم. همه جا با هم بیلدین؟ بیا بریم. رفیق بی کلک با جناب، رفیق بی کلک با جناب. بفرمایید، خوش اومدین. شما بفرمایید، خوش اومدین. مرسی، خیلی خوش اومدین. بابایی، امشب کجا رو میکندی باز دنبال گنج؟ هیچی، با دوستم رفته بودیم برای ثبت شرکت. چی کار میکنی بابایی؟ دنبال عینکم میگردم. الهی قربونت برم، عینکت که رو چشته. آره راست میگی، رو چشمه. چه دوست با کلاسی داری بابا؟ از اون آدم حسابی هست. آره کی؟ دوستم؟ اینو میگی؟ چرا هول کردی بابایی؟ آره دیگه همین دوستاتونو میگم. آخه دختر عزیزم، اینجور آدم ها معمولا اولش خوبن، ولی بعدن خودشون رو جور دیگه نشون میدن. بابایی ولی معلومه ایشون آدم خوبیه. خیلی خوب دیگه، پس برو بخوا، فردا میخوای بری سرکار دیره میشه. کامران جان دستشویی کجاست؟ میخواستم برم دستشویی. پشت سرت دست راست. آها مرسی. در ضمن رجب هستم.
تریلیونر شدیم. دیگه این پولدارا نمیتونن به من و تو پوز بدن. البته بنده بیشتر به فکر اطلاع فرهنگم تا پول. سفرهای خارجی، اسکانیای دماغدار، 10 تا مغازه تو بازار میگیرم، همه رو میدم اجاره. 10 تا هم برای من بگیر. بعدش هم با یه دختر خانواده دار ازدواج مجدد میکنم. آخه نادانی جاهل، کی به تو دختر میده؟ احترام موی سفید تو دارم ها پدر زن، وگرنه. بله آقا. هیچی بابا، منظورم اینه که چه دختر کتبانو با پرستیبی داری، عین خودت. بگی بخواب که فردا باید یه ساعت بری مغازه یارو. کامی نمیاری ببینمش؟ مردی که فرهنگ داشته باش. چرا عصبانی میشی؟ منظورم زیر خاکیه، از سر شب تا حالا ندیدمش. به جون تو دلم براش خیلی تنگ شده، بیارش یه ماچه گنده ازش بکنم. نخواستیم بابا، بگیر بخواب. پس کجاست؟ اینجاست بابای. ممنون بابای. نهار چی درست کنم براتون؟ اصلا واسه چی مرخصه گرفتی؟ خب میرفتی سر کار دیگه، من بیرون یه چیزی میخورم. چه حرفیه پدر جان، ببینین آقا رجب چی دوست دارم. این همه چیز میخوره، هر چی درست کردی خوبه. بیا بریم دیگه. با این سرواز میخوای بیای بیرون؟ نگید بابایی، اتفاقا خیلی بهشون میاد که. اصلا تو چرا اینجا وایسادی؟ بره تو دیگه. با تام تا آبروم نرفته برم تو یه چیزی بیارم بپوش. پیداش کردیم. خیلی بریم تو. کجا؟ همین تو بمون. تو با این حرف زدنت هر جامونو لو میدی. حرف زدن من چشه؟ اونجا هم بهت گفتم، الانم بهت میگم، هر جا بریم با همه، حتی زندان. خیلی خوب بابا. این دوتا آدم متشخص. میریم تو، همه یه صحبت ها رو من میدم، تو هیچ حرفی نمیزن. ای جان، همه یه سوال ها رو هم من جواب میدم. تفهیم شد؟ بله. فرهنگ داشته باش. بفرمایید آقای با فرهنگ. معنی فرهنگم فهمیدی. سلام علیکم، حال شما؟ خیلی خیلی خوش آمدید. ببخشید میتونم کمکتون کنم؟ با کی کار داشتید؟ من با جهانجو جمشیدی جوان کار دارم. تشریف دارن؟ بله در خدمت هستم. بفرما راهنماییتون میکنم. پسر جان اینو بیار.
بفرمایید، خواهش میکنم. خودت رو کنترل کن رجب، فرهنگ دستو. بفرمایید تو. آقای مهندس، از نظر من بلامان است، ایرادی نداره. من با کارمندم هماهنگ میکنم که بیان اجناس شما رو ببینن. وقتتون بخیر. سلام علیکم. سلام. سلام جانم، خوش آمدید. حالتون چطوره؟ من جهانجوی جمشیدی جوان هستم، در خدمتم. امرتون چیه؟ یه شیء باستانی رو آوردیم خدمتون ببینید. بطور بسر بگو از آقایون پذیرایی کن. یکم عجب اشتباهی کردیم اومدیم این تو. دو تا چایی بیاریم. اگه اینا ما رو بکشن، این عتیق رو بدزدن، کسی نمیفهمه. من واقعا برای خودم متاسفم. با این هوشم عقلمو دادم به تو پیزوری. نه بابا، خیلی هم دیر نمیشه. من به بچه ها سپردم که تو ماشین بشینن جلو در. مگه چقدر کار با طول میکشه؟ آخه صفدر قاطیه، میترسم بیاد اینجا رو به هم بریزه. میدونی که تازه از زندان اومده بیرون دیگه، آدم میترسه. خب بهتره دیگه حاشیه نریم، بریم سر اصل مطلب. جنستون رو من ببینم. میبخشید آقایون. خواهش میکنم. ببخشید من الان برمیگردم. شیر ماته به دام افتاد. آره. شیر نر بالاخره جفتشو پیدا کرد. گوش کن، یه ترتیبی بچین که هرچی زودتر اینا رو از مرز خارج کنی. جواهره گران قیمت من، بالاخره جفتتو پیدا کردم، اونم بعد از این همه سال. دیر شد اما شد. فعلا تو اینجا باش تا اون یکی هم برات بیارم. باشه. خیلی خوب، مواظب خودت باش، میام پیشه. خوبه کامی، این خماری هم منو ول نمی کنه، خیلی دوست داره منو. بله مشخصه. این فرهنگ، فرهنگ داشتی باش. آقایون ببخش. شرمندم. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. از این که تنهاتون گذاشتم منو واقعا ببخش. خیلی خوب. راستش من با خریدار صحبتامو کردم. چطوری بگم، ایشون یک قیمتی روی شیء شما گذاشتن ولی زیاد نیست. من حتی نشونیای ریتون شما رو بهشون دادم، ایشون گفتن که روکشش طلاست. نه انقدر خوشحال نباشین، منظورم این که گفتن روکشش آب طلاست. در صورت گفتم قدیمیه و
ولی قدمت آنچنانی نداره، مثلا قدمتش 500-600 سال. همونطوری که خودتون میدونین هر سال با سال دیگه فرق میکنه، هرچی قدیمی تر باشه گران قیمت تر و دست نیافتنی تره. مثلا مثل 5000 سال، 6000 سال، 7000 سال و امثال هم. بله. ببخشید من اون موقعم آدم وجود داشته. البته منظور ایشون اینه که آیا اون زمونم انسان‌های هنرمند وجود داشتن؟ آره رجب جان؟ آره همینی که کامران جان گفت درسته. بله بله البته که وجود داشته. البته بیشتر هدف ما اطلاعی فرهنگیه، اما به هر حال می‌خواستیم بدونیم که قیمتش حول و حوش چه مقدار هست. البته شما مطلع هستید که اشیای گرون قیمت و عتیق جات رو به صورت خاص معامله میکنن. ببینید آقایون، بحث فروشش هست، خارج کردن از مرزش هست و چیزهای دیگه. با در نظر گرفتن این چیزا من فکر میکنم که 3 تومن قیمت مناسبی باشه. یعنی تقریبا به دلار میشه چقدر؟ بستگی به دلار داخل بازار داره که من فکر میکنم حدودا میشه 1,000,000 دلار. حالا ما اگر بیایم دلار رو در حال حاضر 2.5 یا 3 تومن در نظر بگیریم، روی هم میشه 3,000,000,000 تومن. 3,000,000,000 تومن. الان آقایون میگم پولاتون رو بیارم. چنگیز 1,000,000 دلار آقایون رو بردار بیار. گفتم براتون بیارم. چه حالی میده آدم پول داشته باشه؟ یک خماری هم سراغ آدم نمیاد. خدایا کرمت و شکر که بالاخره خوشبختی هم در خونه ما رو زد. این یارو گفت چقدر میشه؟ 1,000,000,000 دلار. الان دلار چنده؟ 1,000,000,000 دلار نبود، 1,000,000,000 دلار. گفتش که قیمتش میشه تقریبا 1,000,000 دلار. تا 2 هفته پیش دلار 2,000 تومن بود، به عبارتی میشه 2,000,000,000 تومن. جان ننه جان پول دار اولدم من ننه جان قربان اولم. آقای نه میلیاردرا، میشه بگی ما کجا بریم؟ یه سطح داری میچرخیم. شما لطف کن تشریف ببرید چهارراه استانبول. ما از اون ور آب اومدیم، یه مقدار دلار داریم میخواییم چنجش کنیم، لطفاً. چهار و استانبول نه، اول میریم یکم خونه استراحت میکنیم، فرداش میریم دلارا رو چنج میکنیم. بعدشم مگه دیوانه شدیم که با این همه پول بریم چهار استانبول؟ سسوته آمارمون رو میدن، همه صرافی ها با خبر میشن. ماشالله هزار ماشالله کم هم مخبر نیست که. اون وقت اگه ما رو بگیرن ازمون بپرسن که 1,000,000 دلار رو از کجا آوردی، جنابالی چه جوابی داری بهشون بدی؟ بعدش هم با این قیافه هایی که ما داریم آخه به همون میخوره 1,000,000 دلار داشته باشی؟ راست میگی. پس چی کار کنیم؟ میدم بریم خونه یه کمی استراحت میکنیم، بعد فرداش میریم 2 دست کت و شلوار پدر مادر دار میگیریم. معمولا منم کت و شلوار برندار میپوشم. بعدش هم میریم صرافی، اونم نه چهار راه استانبول بلکه یه صرافی تو شمال شهر که به کلاس ما بخوره. آفرین قربونت برم، معلوم این کاره. یا واقعا من خدا رو شاکرم.
همچین پدرزن آینده خواهم داشت که باهوشه. نگفتید کجا برم؟ شما اول لطف کنید تشریف ببرید. بله؟ بارتال؟ اوی چطوری بار؟ دیشب تو کمپ نبودی؟ نه آقا جون اشتباه گرفتی، از میلیاردری پریدی به وارتان. وارتان کیه بابا جان؟ وارتان خودتی بابا جان، مسخره نکن. وارتان چه خبر؟ بابا پسر جان جان نه جان ای راست میگه، بارتان تاس بود. بله اما این کچل اینجاهاش مو داره، این شباهت. شما برادر دوقلو دارید؟ داداش ما شش تا برادریم، هیچ کدوممونم شبیه هم نیستیم. حالا فقط بگید من کجا برم. پسر جان اشتباه نکن، اشتباه نکن، ما هم بارمون سنگینه، باید به کارمون برسیم. آقا لطفا برو آزادی، لطفا. مطمئنی عزیزم؟ بله 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 چشم، لطفا بریم آزادی. جلال خالق اما خیلی شب خودشه. نه دست شما درد نکنه. واقعا خوش به حال کامی جان که همچین دختر کتبانوی داره. خواهش میکنم. خوش به حال کامران. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. عجب جان لازم نیست این همه تشکر کنی، تو که دو روز بیشتر مهمون ما نیستی. وانگهی ما هم عادت نداریم به مهمون بد بگذره. رویا تو هم این همه نرو بیا، نرو بیا، بگی بشین من بقیهشو میارم. یا الله کامی جان. آقا رجب بشقابتون رو بدین براتون بکشم. آخه زحمتتون میشه مادمازل. من خودم عاشق کتلتم، مایشو از ظهر آماده کرده بودم ولی نیومدین. چون خودم دوست دارم فکر میکنم همه باید دوست داشته باشن. ما نتونستیم بیاییم، اینه که با آقا رجب رفتیم چلو کبابی دایش. اتفاقا من عاشق کتلتم، مخصوصا کتلت های اینجوری. چجوری؟ همینجوری که داری میبینی، همینجوری. چقدر خوشمزه است، واقعا لذیذه، همه چیزش اندازه است. الکی نیست که قدیمی ها میگن ننه رو ببین دختر رو بگیر. حتما مادر شما هم، منظورم اینه که زحمت زیادی کشیده که همچین دختر کتبانوی تحویل جامعه داده. شما لطف دارین، شما مثل بابای من مجردین آقا رجب. بیچاره بابای من از وقتی مادرم فوت کرد برای من هم پدری کرده هم مادری، ولی من ازش قول گرفتم که بعد از ازدواج من اونم از این تنهایی در بیاد. ده تا کتلت دیگه تو بشقاب من بذار رویا. ازدواج چیز خیلی خوبیه، سن و سالم نمیشناسه، انسان باید همدمش رو پیدا کنه.
منم تا همین امروز نتونسته بودم همدمان پیدا کنم، ولی امروز تصمیم دارم ازدواج کنم. منظورت ازدواج مجدد دیگه؟ بله؟ دخترم نمیدونی ایشون یه دختری داره عین قرص ماه، بنده عکسشو دیدم. وا، یعنی زن دوم؟ بله. آقا رجب، شما زن دارید میخواین تجدید فراش کنین؟ من شکر بخورم. اون زنی که کامی جان ازش حرف میزنه منو یه طفل معصوم و 3 سال پیش ول کرد و رفت. الان اون بچه رو مادر پیرم داره تراخوشش میکنه. بابایی، صدای زنگ موبایلتونه. رویا خانم، شما قصد ازدواج ندارین؟ والا نمیدونم چی بگم، قصدشو که دارم، ولی هرچی بابام بگم. گلوم گلسین آی نه نه، گوی یارم گلسین آی نه نه. خانیم میایی بیرون. خب چرا یه مقدارشو همه رو چنج کنیم دیگه؟ نه نه نه، همه رو یه جا نباید چنج بکنیم، تو 3 تصرفی باید این کارو بکنیم. حالا از الان تا وقتی که پولا رو گرفتیم هیچ حرفی نمیزنیم، فرهنگ داشته باش. پولدار شدیم کامران خوشگلم. آقا دلار چنده الان؟ پوند چی؟ اوه سلام، خسته نباشید. سلام. من 3000 پوند خرید میخواستم، لطفا چنده؟ الان 4780 تومن. اوکی، فقط من کارت دارم اگه اشکال نداره. مرسی. رمزتون؟ رمزم هم 4313. چند لحظه بعد منتظر بمونم. ممنونم. بفرمایید. تشکر. آقا نوبت شماست. نوبت ماست. بابنده بود که سرکار خانوم؟ بله با شما، لطفاً زودتر تشریف بیارید. امرتون؟ یه مقدار ارز خارجی داشتم، میخواستم چنجش کنم. دلاری چقدر؟ 3260 تومن. 3260 به عبارتی دلار. اخ جون رجب جون، 3 میلیارد تومن. آه جانا. پولتون چقدره؟ 300,000 دلار. بدید به من لطفا. ببخشید. بفرمایید. آقا پولاتون همه تقلبی هم. چی؟ تقلبی؟ بله همه تقلبی هم. خانم اینا چی؟ اینا هم تقلبی هم. رجب
میگی تقلبی؟ خانم محترم 100% دستگاهتون خرابه. کامران جان این بانک ها همیشه دستگاهشون خرابه. نه آقا دستگاه ما درسته. مشاهده کنید دستگاه ما هیچ ایرادی نداره. پول شما مشکل داره. حالا چقدری پول داری؟ حدوداً 1 میلیارد دلار. خانم به خدا 1 میلیارد دلار نیست، 1 میلیون دلار ناقابله. الو خانم صدادا، 2 نفر سارق اینجا هستن با 1 میلیارد پول تقلب. اوه 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 خانم دروغ میگه، من یه ننه ضعیف دارم، مریض دارم خانم، میرم اون ریتون رو تحویل موزه میدم. غلط کردم، من اون فریب دارم. این نالی چون من شده اون خیلون بیابونی من اون فریب دارم. من میخواسته با من خمادی میمیرم تو زندان. این مردش من از کم دو میده من بدبرم. کمکم کنید، کمکم کنید، کمکم کنید. گناه داریم. 70-30 ها؟ برو برو تحویلم موزه میدم. کمکم کنید. کمک. نجم چی شده؟ چیزی نشده. داشتی خواب میدیدی. نوبت ما از بلنشو بریم. امشب با کامل خزیدی بکنیم. بچه خسته شدم. آخش خواب بود. خواب میدیدم. سرکاری 20 روزه داریم اینجا رو میکنیم هیچی به هیچی. مسخره کردید شما ما رو. عرفان جان. بله. مطمئن این نقشه راستکیه؟ آقا جان من به همتون دروغ گفتم. بیدو بده به من، بیدو بده به من. کار تعطیل، بین دنبال کار. آقا کار تعطیل. ما به امید تو اینجا رو کندیم. چرا لوس میکنی خودتو؟ کار تعطیل گفتم. بابا معذرت میخوام. تو رو نمیشه پس رفت، نمیشه پیش رفت. مرد ایزابی چرا ناراحت میشین؟ کار کنی چرا با من بس میکنین؟ هی ناامید میشین؟ همه تون میدونی اون زیر یه قلعه قدیمیه. تازه اینجا که تموم شد باید بریم سراغ کاروان سرای خرابه. کار میخوایم بکنی یا نمیخوایم بکنی؟ تکلیف منو روشن کنی. بابا بس نکنید، توی هنده یا هنده است. بکنید بکن
تمیز باشو را یه بمیرم تی صفا دکتر سیگار نندازین باشو شما شما داره بالا می چهره تو میبره نمامی جام کنی فیلتر سیگار داره بالا می مگه من سیگار میکشم جام کن ببینم من ایت چو پاونم نیزنم من نیزنم سر کوه بلندی خدا نفریاد بس کن بس کن الان آقا بزرگ میاد بالا سرتا عجبانی نمانه آقا شنگی نمانه سلام آقا جون آقا این جمع خوندن گرفتش ویل نمی کنم نداره بزرگ خوش کن شما کارت رو بکنی حرکت بزنین آقا جون حرکت بزنین چشم بزنین چشم بزنین چشم بزنین باغچه خونه‌شو داره آب میده. آقای محترم، چیکار می‌کنی؟ چی اومده اینجا راست راست راه میره آواز می‌خونه. فکر کنم مستم آزاده. اومده هتل حال کنه و بره دیگه. صد هزار مرتبه به تو گفتم. میدونی چرا دوستت دارم؟ به خاطر اینکه نمی‌فهمی. الانم میگم باز چون نمی‌فهمی دوستت دارم. باز سلام. مهندس پالایشگاه بوده. فقط دو ما شیشه کشیده به این حال روز افتاده. حالا خانواده‌اش آوردنش اینجا که شاید ایشالله نجات پیدا کنه. میدونی یاد کی افتادم؟ یاد کسرا. بنده خدا داشت ترک میکرد. چقدر توهم داشت. چقدر دسپا میزد. یعنی به خاطر همینه که میگم دوست دارم. آخ یادش بخیر. آره. خدا نجاتش بده. داد بیداد. دست در نکنه عالی بود آخه میگم رجب جون جان تو فکر میکنی ما چند روز دیگه اینجایی والا نمیدونم فکر و خیال این گنج حسابی هوش و حواسم از من گرفته میدونی چیه جان آدم وقتی لب پرتگاهه دو را بیشتر نداره خوب. یا باید سقوط کنه یا پرواز ما سقوط کردیم برو ببینم راستی اون روز یادته تو خونه تو خواب بودی میدونی من کجا بودم یواش یواش آره بابا کجا بودم داشتی هندونای منو میفروختی از کجا فهمیدی شب که از خواب بیدار شدم دیدم که سویچم تو جیبم نیست خیلی محتاج بودم رجب جون باید پول صابخونه رو جور میکردم ولی من سهمم رو بگیرم بهت میدم نگران نباش دمت گرم دمت گرم سلام علیکم رجب شمپولو سلام چطوری فریشم خوشگل نجورسن یخچیم نمیدونم از این چند روز پاکیتون از این هوای خوب از این آفتاب و دلنگیز از این درختا از این فضا لذت میبرید یا نمیبرید آره آره با هوای پاک بدن پاک واقعا کیف داره از اون روزی که صحبت این گنج شد اصلا خماری چیه میدونی چرا چون تو فکر اینم این شانسی که بزنه دو دارو جان متوجه میشی یه ویلا وای 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 نگو شاپ فریجا جوجه کباب آخ 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 کوبیده یه قشنگ زیبا وای وای شاپور حرف نزن بذار من تموم کنم بعدا گوش کن از این کباب و چنجه وای از این راهدای رویایانه من اون را نمیشناختم ولی در مرگ او گریستم و تازه فهمیدم که چه گوهر گرانبهایی را از دست دادم داستایوسکی در مرگ تولستوی باشنگت پیکرلوپوس انتوان چخوف بارمارم بیل در بربرهای وحشی فیلمی از کمپانی فوکس قرن بیستم مترو گلدون مایر یه دقیقه وایسی بیایی پیدا ساکت یه دقیقه گوش کنید بشینید 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 همه تو بشینید بشینید
ببینی آقایان و خانوم، یعنی رفقا، ما امشب دور هم اینجا جمع شدیم که کارو یک سره کنیم. دیر به جنبی میبینی که جاتر و بچه نیست، یعنی هیچی به ما نمیرسه. و ضمناً هم با خبر شدیم که بچه‌های کم یه چیزایی بو بردن و همین روزا هم هست که به گوش داداش دروشه برسه. موقع انیشتین تو از کجا فهمیدی؟ این چیز من از کجا فهمیدم؟ ببین من از چی؟ گوش کن، من از یه جای خیلی موثق، یعنی منبعی درست، از اونجا متوجه شدم. حرف من اینه، ما امشب پیمان میبندیم که گنجو هر طوری شده در بیاریم، هر کی هست بیاد جلو. های مشتیا، با معرفتا، سینه سوخته ها، از خونواده و خونه و زندگی عقب افتاده، با معرفتا دنبال چی میگردی؟ دنبال گنج؟ گنج که اینجا نیست، گنج بیرون از اینجاست. اصلا گنج اینجاست. گنج 21 روز پاکی شماست. شما فکر پاکیتون باشین که مثل یه بچه میونه که تازه را افتاده، حواستون نباشه با صورت میخوره زمین. اون جوانی که الان پیش شما وایساده و قضیه گنج و این حرفا رو اون یه جوری به شما گفته، اون یه موقع قشنگ جای پای شما بود. اون این داستان رو درست کرده که شما نفهمین که این 21 روز چجوری میگذره. عرفان میخواست دینش رو به این انجمن ادا کنه، میخواست این 21 روز رو با امید زندگی کنین که آدمی زاد با امید زنده است. امید به آینده سختی های زندگی رو آسان تر میکنه. سرت رو درد نیارم، گنج و پول لزومن خوشبختی نمیاره، اما راه رو برای خوشبختی هموار میکنه. خیلیتون فردا از اینجا میرین، خیلی دیگه تونم حالا حالا مهمون ما این، اما امیدوارم که دیگه گنج خوشبختی زندگیتون زیر خروارها خاک مدفون نشه. یا علی مدد. واسه چی دروغ گفتی به من؟ چرا من رو گذاشتی سر کار؟ من اولی میذارم سر کار. آروم باش. اینجوری بازی کردی؟ آروم باش، برای اینکه بدونی امید تو زندگی چه نقشی داره. 21 روز رو تحمل کردی، اصلا نفهمیدی چجوری گذشت با امید و پیدا کردن گنج. دروغ میگم؟ اصلا فهمیدی چجوری گذشت؟ بابا شوخی کردم، من نوکرتم تا آخر عمر. بذار ما چت کنم نوکرته. هیچ کاری نکردم، همش همت خودتون بود. جدی تو شوخی کردم. کاش به جای اینکه تو زندگی دنبال یه نقشه گنج باشیم، دنبال یه نقشه خوب برای زندگی کردن باشیم. زندگی راه پرفراز و نشیبیه که اگه بدون طرح و برنامه و نقشه پا تو این راه بذاریم، به بیراه میرسی. صد باریک الله بهش بگید ماشاءالله، هر کی بگه ماشاءالله بره بزنه انشاءالله. صد باریک الله بهش بگید ماشاءالله، هر کی بگه ماشاءالله بره بزنه انشاءالله. صد باریک الله. وای بلندش کنه، بلند. ماشاءالله
ببین چی مونده از حست، چرا از عشق افتادی، چه چیزایی ازت کم شد، کیو از دم